سلام عرض می کنم خدمت رفقا. امشب بخش چهارم صحبت رفیقمون کامبیز رو داریم درباره تئوری دولت مدرن هگل و نقد مارکس بش. این بخش ظاهرا بخش آخر صحبت رفیقمون کامبیزه، مگه اینکه در طول بحث نکاتی پیش بیاد که ناچارشیم ادامش بدیم. به هر حال فعلا اینجور در نظر میگیریم که این بخش آخرشه. امیدوارم رفقا استفاده کنن از این بحثای جالب رفیقمون کامبیز و بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم بعدش. رفیق کامبیز اگه آماده هستین بفرمایین. ضمن تشکر از اینکه با علیرغم بیماری و مشکلات انقدر احساس مسئولیت میکنین که این بحث رو بالاخره به اتمام داریم میرسیم. ممنونیم همه از شما و بفرمایین شروع کنین صحبتتون. خیلی ممنون و خیلی ممنون از رفقا که شرکت کردن و این فرصت رو دوباره به من دادن که این بحث رو ادامه بدیم. من تو نظرم این بود که این دفعه بتونیم بحث مارکس رو در رابطه با نقد فلسفه حق هگل تموم بکنیم و بعد کارهای دیگه مهمی که تو این رابطه گفته، مثل یعنی تو این رابطه منظورم اینه که توی دورانی که داره به نهادهای سیاسی و حقوقی سرمایه داری میپردازه و جنبه فرهنگیش و از خود بیگانگی و این حرفا، به اونا بپردازیم که توی دست نوشته ها هست، توی مسئله یهوده و توی مقدمه نقد فلسفه حق، مقدمه نقد فلسفه حق و یه سال بعد از این کتاب خود نقد به فلسفه حق نوشت و بعدم یه قسمت های از کاپیتالی که خیلی مهمه به نظرم اون دفعه توراب بهش اشاره کرد، بازم خوبه بریم مسئله فتیشیست و به نظر من مسئله ماشینالات و مسئله انباشت بدن. به هر حال الان این جلسه من فکر کنم جلسه آخری باشه که ما لازم داریم تخصیص بدیم به نقد فلسفه حق هگل. سوال اصلی که تو این رابطه برای ما مطرح باید بشه اینه که چرا هگل، این چرا مارکس از میان این همه متفکرهای سیاسی و حقوقی یقه هگل رو گرفت؟ برای خاطر اینکه هگل در واقع به نظر مارکس یعنی بورژوازی، یعنی سرمایه‌داری مدرن، به خصوص از زاویه حقوقی. یعنی اگر یه آدمی بره توی جایی و بخواد توی شهری باشه بگه از میون این باقا به من اون جایی رو نشون بده که بهترین گیلاس رو داره و نمونه بارترین گیلاس رو داره، نه به نمونه بارترین، کجا من برم؟ اون باغبونی که همیشه گیلاس میپرورونه از همه بهتر میدونه. و به نظر مارکس هگل اینه، یعنی از همه بشنه بهتر سرمایه داری رو میشناسه، دستتو میگیره میبرته دونه به دونه دیسکورس ها و نهادهای بورژوایی رو برات باز میکنه، به خصوص در زمینه سیاسی و حقوقی. و این قضیه خیلی برای ما مهم. یعنی چی تو زمینه سیاسی و حقوقی؟ یعنی هگل کسیه که به خوبی برای ما توضیح میده نرم و عرصه نرماتیو و احکام حقوقی و قانونی چی هن و چه فرقی با رابطه حقوقی دارن، یعنی فرق رابطه حقوقی با احکام قانونی. هگل تنها کسیه که به خوبی برای ما روشن میکنه که شخص
شخص حقوقی چه مشخصه ای داره و چرا خاص دوران مدرن؟ ضمانت اجرا رولش چیه؟ فرق اخلاق و حقوق چیه؟ و خیلی از این مسائل. در نتیجه ما اگه میخوایم بفهمیم که اولا ما حقوق بورژوایی و حقوق فئودالی و حقوق بردهداری و این چیزا داریم، متوجه میشیم که نه، این یه ایده اشتباهیه. ما انواع مختلف حقوق نداریم، حقوق مال جامعه سرمایه داریم، یعنی رابطه ای که برابریش ضامن حفظ نابرابری. پس ما حقوق که میگیم یعنی اون شکلی از ارتباط گیری که تمام اختلاف و تفاوت و تمایزات آدم ها رو از بین میبره و همه روابط رو به کمیات مختلفی از یک کمیت در از یک کیفیت مشابه تقسیم می‌کنه. کمیات مختلف از یک کیفیت مشابه. ولی تو جامعه ما قبل سرمایه داری ما یه چیزی داریم که حالا ما به فارسی میگیم، فارسی هم که عربی امتیاز، ولی پریویلیج، ایتالیایی هم میگن پریویلیجو، یعنی اینی که نه امتیاز به معنی برتری، به معنی تمایز و تفاوت. یعنی چی؟ یعنی شما یه سری موازین دارین که مصداقشون زنا هست، ولی اون موازین برای مردا عمل نمی کنن. یه سری موازین دارین که مال شیعان، برای سنی ها عمل نمی کنن. یه سری موازین دارین مال دینداراست که بی دینا سرایت پیدا نمی. یعنی برای هر گروهی از آدما یه موازین خاصی هست و این موازین با هم یه دست نیستن. در حالی که توی جامعه سرمایه داری وقتی نگاه میکنین، حقوق برابر شامل حال همه کسایی که زیر چتر سرمایه داری دارن عمل میکنن. یعنی تو بازار شما جنستو که میبری، به هر آدمی که ارزش معادلشو بپردازه جنس رو تحویل میدی. این مهم نیست که تو جزء طایفه نجسایی یا نیستی یا مسلمونی یا زرتشتی یا مسیحی یا چی. جنس بیانگر این مقدار کار اجتماع لازمه و توی رابطه این کار اجتماع لازم توی رابطه شیگونه خریدار و فروشنده خودشو عیان میکنه. پس ما نمیتونیم بگیم که اشیاء و پدیده ها وقتی با هم دیگه رابطه دارن جورای مختلفی هستن. برای همین هم اگه شما یادتون باشه زمان ما خیلی بود، زمان بچه های ما دیگه کمتر شد و الان دیگه تقریبا از بین. مسئله چونه زنی، چونه توی جامعه سرمایه داری معنی زیاد نداره. قیمت کالاها کم و بیش معادل ارزششونه به فروخت نمیشه یا خرید نمیشه. پس یه اصل واحدی حاکم بر تمام روابط. پس ما توی سرمایه داری قانون داریم، حقوق داریم و توی مقابل سرمایه داری چیز داری، امتیاز داری و خیلی تفاوت های دیگه. در نتیجه جامعه سرمایه داری یه جامعه یکسان و همانند قاهیه و جامعه مقابل سرمایه داری یه جامعه پر دستانداز و تفاوت و چند گونگی. این یه مشخصه دیگه شد.
و هگل این نکته رو دیده. نکته دیگه ای که هگل دیده مسئله دولت از جامعه مدنی، جدایی دولت از جامعه مدنی. یعنی اینی که هگل کسیه که برای اولین بار این مسئله رو به ما نشون داده که تو جامعه ما قبل سرمایه داری ما چندین اجتماع داریم و هر اجتماعی انگار دولت خودشو داره و جامعه مدنی خودشو. شما از این دوکنشین به اون یکی که میخوایم بریم، از این هیته کنترل فلان خان به اون یکی که میخوایم برین، انگار رفتین توی دنیای دیگه. ولی توی جامعه مقابل سرمایه‌داری اینجوری، تو جامعه سرمایه‌داری نه، یه موازین بین‌المللی وجود داره که همه جا معتبر، به خصوص تا جایی که به خرید و فروش و عرصه جامعه مدنی بر. پس این تمایزا هی کمتر و کمتر میشه. مگه تمایزات طبقاتی، ولی تمایزاتی که عمودی نیست، ولی تمایزاتی که افقی هستن، یواش یواش از بین میرن. همه کارا مثل هم میشن، همه هنرا مثل هم میشن، همه رشته های علمی مثل هم میشن، از یه واحد استفاده میکنن، از یه روش استفاده میکنن، همه چی شبیه اون یکی میشه. خب این از نظر یکسان سازی. خب بقیه چیزا هم همینجور. خلاصه میخواستم بگم که هگل نکات مختلفی رو درباره تشابه و تمایز جوامع ما قبل سرمایه‌داری و سرمایه‌داری دیده و اونا رو برای ما توضیح داد. در این حال اومده یه کار دیگه هم کرد، اومده ضمن اینی که اینا رو توصیف میکنه توجیهشون هم میکنه. یعنی به ما نشون میده که چرا این جامعه اینجوریه و چرا خوبه که اینطوری باشه. یعنی موافقه و میخواد ما رو متقاعد کنه که این توافقش یه توافق راسیونله، خردپسنده، چون معتقده که سرمایه داری و به خصوص دولت و حقوق سرمایه داری در واقع چی میگن؟ بهترین شکل خردپسندانه حکومت هست. بنابراین وقتی شما به قانون و حقوق و شخص و قرارداد و این چیزا نگاه میکنید، در واقع دارید به تجلی خرد در ورای دیسکورس ها و نهادهای اجتماعی معینی نگاه میکنید. این خرد دولت، یعنی خرد که در مقابل ما قرار گرفت و ما در واقع با پرستش خدا خرد رو میپرست. ببین یارو چقدر فرد بعدی آنم بچه های ما طرفدار هگل خودشون می به هر خب حالا اگر دولت تجلی خرده و خرد هم در قالب نهادها و مؤسسات اجتماعی و دیسکورس‌های سیاسی و حقوقی و اخلاقی و غیره خودشو نشون میدن، بیایم نگاه کنیم ببینیم این چجوریه، یعنی چجوری استدلال میکنه. میاد هگل نگاه میکنه میگه شما اگه به دنیای آدم ها نگاه کنی، آدم ها یه غایتی دارن در زندگی. غایت انسان چیه؟ آدم اومده تو دنیا که چیکار کنه؟ آدم اومده تو دنیا که انسانیت خودشو تحقق بده. یعنی اینی که دنیا رو تبدیل کنه به یه دنیایی که انسانیه
و گهواره انسانه، هم انسانیه هم گهواره انسان. یعنی شما توی دنیا هر کاری که میکنید هدفتون غایتتون اینه که به انسانیت برسید و انسانیت بهتر تحقق بده. بنابراین هر مانع و راده ای رو که بر سر راه انسانیت هست از سر راهتون بردارید. خب چجوری این کار رو میخواین بکنم؟ اینجوری که هر چیزی که به شما میگه که این کار رو بکن ولی به فلان قسمت یه دست نزن، اون از سر راه برمیده، چون اون میخواد یه چیزی بیرون از انسان رو حاکم به سرنوشت انسان. حالا اون چیز چیه؟ از نظر هگل، از یه نظر وقتی ما نگاه میکنیم، چیزی که مانع حرکت یعنی تحقق بدون مانع و راده، تحقق آزادانه اراده و آزادی آدم بشه، خود آزادیه. یعنی اگه من بتونم آزادی رو آزادی خواهانه بخوام، موقع میتونم بگم آزادم. حتی در مورد غذا خوردن، اگه من غذایی رو میخورم که اون غذا از خودش ماهیتش به وسیله من انسان تعیین نشده، ماهیتش یه چیز دیگه است، ولی اون چیز دیگه رو بعد من میخورم برای هدف انسانی، پس این کاملا انسانی نیست. اون غذای انسانیه که ماهیتش هم انسانی باشه. اگه من میخوام یه چیزی رو بخونم، یه صدایی رو بشنوم، یه بوی رو بشنوم، اینا همه باید انسانی باشن. اون بوی انسانیه که طبیعتی که بو رو میپراکنه خودش انسانی شده باشه. اون عطر عطری باشه که از ذات انسانیت برخواسته. خب این چه جوریه؟ این جوریه که به نظر هگل در طی تاریخ صورت میگیره. یعنی انسان از یه مرحله خیلی ابتدایی شروع میکنه که اون خانواده است، و در خانواده آدم در واقع فقط یه عضوی از خانواده است، یه فرد نشده. آدم قائم به ذات خودش نیست، آدم هنوز تبدیل نشده به یه فردی که میتونه از تصمیمات خودش دفاع بکنه، عقل خودش رو معیار صحت و سقم ادعاهاش بگیره و بره و قید ولایت، هر نوع ولایتی رو بذاره کنار. برای اینکه بخواد این کارو بکنه باید اهلیت پیدا بکنه، یعنی ولایت رو بذاره کنار و به جاش اهلیت رو بنشونه. اهلیت چیه؟ یعنی من از صغارت، از طفولیت، بچگی، از اینی که یکی دیگه بتونه برام تصمیم بگیره، خودم آزاد کردم. من تبدیل شدم به یه آدمی که امروز برای خودم تصمیم میگیرم و خودم میتونم استدلالایی بیارم که با تکیه به اون استدلالا من دفاع بکنم از ادعاهای خودم. پس عقل من میشه اون دادگاهی که در محکمش من میتونم صحت و سقم ادعاهامو بسنجم، حالا یا به وسیله آزمایش و تجربه، یا به وسیله خرد، یا به وسیله ترکیب این دو. ولی به هر حال این منم، من انسان که تصمیم میگیرم چی درسته چی غلطه، نه کلیسا، نه کتاب مقدس، نه آخوند و کشیش و ربایی اینا، بلکه خودم، خود من به عنوان انسان
تعیین میکنم چی درسته چی غلط. این خواست مدرنیتی بود و هگل معتقده که این خواست مدرنیتی رو باید خوب فهمید و پالایشش داد. یعنی چی؟ یعنی اینی که وقتی ما معتقد میشیم که صحت و سقم ادعاهای ما باید به وسیله عقل تعیین بشه، منظورمون اینه که هیچ معیاری به جز عقل نباشه که بگه این درسته یا نه. حتی یک کسی که خودش عقل رو برای ما تعریف کرده، یعنی حتی اگه شما برین یقه ارسطو رو بگیرید بگید آقا ارسطو اینو گفته، ولی خودتون نتونید ازش دفاع بکنید، خب ارزش نداره ادعاش. بنابراین عقل نبوده اینجا که مدافع تعیین تکلیف ادعاتون شد. به همین ترتیب در مورد تصمیمات حقوقی، اگه تصمیمات حقوقی شما مبتنی بر اجازه و یا نافی اجازه کسایی که قیمومیت شما رو به عهده دارن، خب در اون صورت هم شما نمیتونید بگید که من آزادم یا تصمیمای ما خرد پسند، یعنی که اون تصمیما رو در واقع یکی دیگه گرفته اجراش رو به شما واگذاشت. پس اینا هم فایده نیست. پس چجوری باید ما یه اصل حقوقی ضامن آزادی آدم ها پیدا بکنیم؟ اونجوری که بتونیم از این خانواده آروم آروم بیایم بیرون، یعنی خودمون رو از قیمومیت خانواده آزاد کنیم و بتونیم خودمون پشت تصمیممون وایساده باشیم. خب این چطور ممکنه؟ اینطور ممکنه که به یه حدی از رشد و چیز رسیده باشیم، از رشد و بلوغ رسیده باشیم که بتونیم خودمون تصمیم بگیریم برای اعمال. این عرصه دیگه عرصه حقوقی نیست، ببخشید عرصه خانواده نیست. به چه معنی؟ به این معنی عرصه خانواده نیست که توی اینجا یه افراد مستقلی پیدا میشن که این افراد مستقل میتونن برای تصمیماتشون تو زندگی تصمیم به چیز کنن، مسئولیت بگیرن. خب اگر من مسئولیت اینو میگیرم که این کفشایی که آوردم مایملک من و میخوام به این قیمت به شما بفروشم و شما هم تصمیم میگیرید که من میخوام که به این قیمت اینو رو از تو بخرم و آزادم و مجبور نیستم که این کار رو انجام بدم، اون موقع ما دوتا وارد یه رابطه معینی میشیم که توی اون رابطه هر دوی ما برابریم. خب وقتی میگیم هر دوی ما برابریم منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که وارد قرارداد شد. قرارداد این برابری فرماله. من به شما یه کالای میفروشم که حاویه مثلا 5 ساعت کاره، 6 ساعت کاره و از شما یا یه جنس دیگه میگیرم یا پولی میگیرم که تجسم اون 6 ساعت کار. این دوتا رو با هم مبادله میکنیم و قبل از اینکه مبادله صورت بگیره یه قراردادی میبندیم که توی اون قرارداد چند تا مسئله ملحوظه. اولا توی این قرارداد یه نرمی هست که هر کس میخواد با هر کس دیگه اینقدر ساعت کار با اینقدر ساعت کار مبادله بکنه باید این تشریفات انجام، یعنی اینکه من نمیتونم بیام با شما یه کفش از شما بخرم و یه مقداری پول بهتون بدم ولی کن شما زیر سرنیزه سرباز من باشی که باید اون قیمت رو قبول کن وگرنه گلوتو میبرم. خب این نمیشه، این مبادله نیست با اینکه شکلش ظاهرا یه تشابهی داره. مبادله وقتیه که یه کالایی با یه کالایی
دیگه به این دلیل مورد مبادله قرار میگیره که اونا حاوی مقدار متشابهی از زمان کار اجتماع لازم باشه. پس مبادله مستلزم برابری آدم ها به عنوان اشخاصه. یعنی شما نمیتونید برده ای داشته باشین که با کمک برده مبادله انجام. حالا یه روز دو روز این کار میکنی ولی نظام اجتماعی به هم میخوره. باید اون کسایی که این کار میکنن برابر باشن. اشیایی که مورد مبادله قرار میگیرن باید کالا باشن. یعنی برای فروش تولید شده باشه. و کسایی که اینا رو به تصاحب در میارن باید اهلیت این کار داشته باشن. شما نمیتونیم به یه دیوونه، به یه زندانی که اجازه خرید و فروش نداره یا به یه برده که بازم اجازه یه نوع خرید و فروش نداره یه جنسایی رو بفروشیم. حالا تو هر بازاری یه سری محدودیت های دیگه هم برای مبادله وجود داره، مثل محدودیت مثلا خرید و فروش گوشت خوک تو کشورهای اسلامی یا الکل یا لوازم قمار یا محدودیت اون رابطه ای که اینا بهش میگن قمار. این قرارداد نیست، اگرچه دو نفر بشینن و توافق بکنن هرچی هم که شما میخوان بگید، ولی به هر حال این قرارداد محسوب نمیشه چون نرم حاکم به این رابطه نرم حقوقی محسوب نمیشه. و یه چیز مهم دیگه ای که اینجا هست مسئله ضرورت اجرا سانکشن. یعنی اگر من بیام و به شما یک کالایی رو بفروشم و شما اون کالا رو از من بخرید و وقتی خریدید پولشو به من ندید، من میام یا او چی شد کفشا رو بردم برد، شما میگی که همین که شد که شد، گردنم کلفت و نمید، یا من پاسدارم اگه حرفم بزنی شب میام میگم بهایی میکشم، یا فامیل شاه هم میگم من برادر شاه دامادمه و اگر پر روی کردی شب سواکی میریز نخوند به دردم در میاد، یا هزار دلیل دیگه. در نتیجه اگر توی جامعه ای ما هنوز این ضمانت اجرا رو نداریم، یا اصلا من دزد معمولی باشم، من میام خونه میبینم یه وسایلی هست که من خوشم میاد، اونا رو برمیدارم بار میزنم به ماشینم که ببرم، تو میگی که کجا داری میبری؟ میگم که همین که هستی من دارم میبرم، اگه زورت میرسی بیا بگیر. یعنی این که من برداشتم ضامن اجرا نداره. ضمانت اجرا در صورتی وجود میداد که من میتونستم اینا رو از شما بخرم، معادلشم پولشو بهش بپردازم و بعدم شما دیگه نمیتونستی ادعایی داشته باشی، یعنی اینکه من پولشو برداخته بودم، نه نمیتونستی چون میترسی دیگه زورت نمیرسی. پس به هر حال یکی از مشخصات حقوق ضمانت اجراست. پس حقوق هم زوره، یعنی زور طبیعیه، هم زور نیست، یه زور خاصیه که اون تو قالب ضمانت اجرا خودش نشون میده و به وسیله یه سری نهادهای اجتماعی مثل پلیس و گاردا و اینا پیاده میشه. پس این مشخصات و این چند مشخصه دیگه است که حول و حوش مقولات حقوقی میچرخه. اینا رو ما نه تو جوامع ما قبل سرمایه داری داریم، نه دیگه تو جامعه ما بعد سرمایه داری اینا رو خواهیم داشت. یعنی جوامع ما قبل سرمایه داری یارو فئوداله و خانه و اینا خدم و حشم خودشون رو داشتن، خان میومد با دوروریاش
تفنگچیاش و اینا، و اگه تو هم حرف میزدی سر دو میبریدن میذاشتن در سینه. بنابراین توی اونجا هم یه دنیایی بود که مسئله ضمانت اجرای فرمال و خارج از کنترل کسی که قدرت غیر اقتصادی دستشه اینا وجود نداشت. این من که خان بودم هم قدرت قضایی و حقوقی و به اصطلاح مذهبی و اقتصادی رو داشتم، هم قدرت ضمانت اجرا رو بردم. یعنی هم میتونستم به تو بگم که باید به من اینقدر تخم مرغ و اینقدر مرغ و اینقدر فلان بدی، هم اگه تو اعتراض میکردی میگفتم اینو بخوابونی تو دستگاه رو کف پاش فلکش کنی شلاق بزنی، هم اینی که قدرتش هم داشتم اگه تو میخواستی مقاومت بکنی به 4 تا نوکرام میگفتم اینو بگیرید بزنیدش تا دیگه از این حرفا نزن. از اینا همه به هم بافته بود، ولی تو جامعه سرمایه داری اینا از هم دیگه جدا میشن، انفکاک صورت میگیره، به اصطلاح عرصه های سیاسی و حقوقی و نهادهای مختلف حقوقی و نرمای قانونی و نهادهای اجتماعی از هم جدا میشه. خب این حقوقه. بعد میگیم خب اگر این کار به وسیله یه باند مسلح آدمخوری مثل مسلمونا پاسدارا صورت گیره، یا فاشیست، یا هر کی قلدری اومد و گفتش که من اینو دارم انجام میدم شما مجبورید حرفم بزنید پدرتون در، خب اون وقت چجوری انجام میگیره؟ اون وقت اینجوری انجام میگیره که این نهادهایی که من ازشون دفاع میکنم و این دیسکورس هایی که این نهادها رو توجیه میکنن و ضمانت اجرایی که کار کرده اینا رو به اصطلاح روغنکاری میکنه، تنظیم میکنه و امکان پذیرشون میکنه، اینا همه مال دوران مدرن. تو دوران ما قبل مدرن ما اینا رو نداریم. همونجور که گفتیم شکلای دیگه اعمال قدرت وجود داره و همینطورم سانکشن یعنی ضمانت اجرا شکلای دیگه ای از ضمانت اجرا. وقتی میرسیم به سرمایه داری ضمانت اجرایی به وجود میاد که یه شکل فرماله و یه مرکز داره برای کنترلش و اون مرکز هم اختیارش در دست طبقه حاکمه که قدرت سیاسی رو در کف خودش داره. خب حالا گفتیم اگر اینا یه گروه فاشیستی بودن، یه گروه اسلامی بودن، یه گروه آدمخور اسرائیلی بودن، هرچ از اینجور زورگویی های علنی غیر اقتصادی، اگر اینجوری بود چی؟ اونم میتونه حقوق بشه؟ اونم میگنش نظم حقوقی؟ نه، اون دیگه نظم حقوقی نیست، اون یه عده یا یه جایی اشغال کردن یا قلدرن یا آدم کشن یا قاچاقچی هن مثل پاسدارا، تجاوزگر هن مثل مسلمان های دیگه و با زور حرفشون رو پیش میزن. برای اینکه بفهمیم آیا اینا یه نظم حقوقیه یا یه نظمیه که اگرچه به زور خودشو حاکمیت خودشو مستقر کرده، امروز یا فردا باید بیفته. این به هر حال نمیتونه بمونه، برای اینکه ریشه در پی و رگ جامعه سرمایه‌داری نداره. برای اینکه داشته باشه باید ضامن اتمیزاسیون اجتماعی و پیوند اجتماعی به واسطه نرمای حقوقی برابر باشه. اگه اینا رو نداشته باشه اون
جامعه با اون موازین حقوقی، نه حقوقن نه جامعه مدنی. پس برای اینکه جامعه مدنی بتونه به همچین جایی برسه، هگل معتقده که احتیاج به اخلاق داره، یعنی اخلاقیات هست که جامعه مدنی رو یه پله از اینی که هست میبره بالاتر، وارد عرصه اخلاقیاتش میکنه. در عرصه اخلاقیه که من توتالی آزادم، کاملا آزادم، یعنی من در عرصه اخلاقی میتونم ادعا کنم که من این ادعا رو میکنم به خاطر اینی که عقلم، اونم عقل عملی، به من میگه تو آزادی و چون آزادی اجازه داری که این تصمیم رو بگیری، نه اون یکی تصمیم. خب پس آزادی من ضامن اینه که این حکم حکم حقوقی قلم داد بشه. یعنی اگه من با خودم کلام قاضی کنم و معتقد بشم که آره این تصمیم من گرفتم و میتونستم این تصمیم رو نگیرم، این تصمیم یه تصمیم علی نیست، یه تصمیم خیرت پسندازان اصلا دازانه است. یعنی چی؟ یعنی اینی که این نیست که اگه من توی جایی دارم با سرعت توی خیابونی که سرعت 80 مایل 150 مایل میرم و با کسی تصادف میکنم، اینجا نتیجه بگیرم که این تصادف من علت عینی داشته، نه علی داشته. اینطور نیست. علت علی وقتیه که شما آب میدیم به یه درختی و درخت رشد میکنه، ولی علت علی یعنی تعیین پذیر شدن یه رفتار به وسیله علت تعیین نمیشه. ببخشید، علت اخلاقی به وسیله اصل علیت تعیین نمیشه. علت اخلاقی یعنی من آزادم به صورت خودانگیخته برای یه امری تصمیم بگیرم. من میگم آقا اسم رفیقمو من لو نمیدم، هرچی هم تو منو شکنجه، هرچی یارو منو شکنجه میده علت سر جاشه، درد همونجوری ادامه داره، ولی من کسی رو لو نمیدم. پس این میشه چی؟ این میشه یه امری سوای علیت، یه چیزی بیاند علیه، ورای با علیه. این چیز یعنی مسئولیت اعمال خود رو گرفتن. این امر یه امر اخلاقیه، یعنی اخلاقیات منه که داره به من حکم میکنه که تو این کار رو نکن، حتی اگر مغایر با اصل علیت. پس ما یه اصل علیت داریم و یه اصلی داریم که مبتنی بر مسئولیت پذیریه، امر اخلاقی، کاتگوریکال ایمپیرنس. تحت هیچ شرایطی یه سری اعمال جایز نیست و مهم نیست که شما اون شرایط رو چی مینامید و چجوری اون شرایط رو میارینش وسط. پس ما از خانواده که تشکیل شده بود از اعضا میریم به جامعه مدنی که تشکیل شده از افراد، افراد خودمحور، خودخواه، تابع منافع خودشون. از عرصه اعضای خانواده میریم به عرصه افراد جامعه مدنی و از اونجا میریم به عرصه اخلاقیات و افراد خود آیین، خودشون قانون گذاره زندگی خودشون، آدمایی که به اخلاق مراجعه میکنن. وقتی که
میخوان این کار رو بکنن، اینکه این کار آیا جایزه یا نه، نه از بیرون بهشون گفته میشه، نه از درون گفته میشه، نه طبیعیه، نه اجتماعیه و نه درونی. اینها ناشی از یک سری فرامینی هست که در خرد جا داره و هر آدمی خردش اینا رو تأیید یا تکذیب. پس این شد عرصه اخلاق. از عرصه اخلاقی میریم بالاتر، وارد عرصه اخلاق اجتماعی میشیم. هگل بین مورالیته یعنی اخلاق و اتیسیتی اتیکس یعنی اخلاق اجتماعی تمایز قائل میشه. آره با یه تسامحی ما میتونیم بگیم بین اخلاق و فقه تمایز قائل میشه. در عرصه اخلاق ما با دنیای درون رابطه داریم، صرفا دنیای درونی شخصه که مورد کنگاش قرار میگیره. این در عرصه اخلاق مورالیتی. بعد میریم توی عرصه دیگه‌ای که هگل اونو عرصه اتیکال، عرصه اخلاق اجتماعی میدونه و آداب و مناسبات و مراسم و مناسک و چیزهای اجتماعی، اجتماعی اخلاقی. توی اونجا انسان یاد میگیره که چه کاری درسته چه کاری غلطه، نه صرفا به این دلیل که اخلاقیاتش بهش میگن، بلکه به این دلیل که نهادها و مؤسسات اجتماعی و آداب و رسوم جامعه‌ای که این داره توش زندگی میکنه اونا رو تعیین میکنه. و مهمترین این نهادها و آداب و رسوم مناسبات در واقع نهادهای دولتی هستن و آداب و رسومی که پایگاه دولت رو میسازن، طبقات و مالکیت و این. حالا این چجوری؟ قبلا گفتیم که تو خانواده اون پرنسیپی که رابطه آدم ها رو با هم تعیین میکنه چیه؟ عشق. پدر و مادر همه کارا رو میکنن که فرزندانشون رشد کنن و آرزوهاشون رو تحقق بدن. پدر و مادر بچه ها سعی میکنن یه کاری کنن که پدر و مادر به آرزوهاشون برسن و اظهار رضایت کنن از این رشد فرزندانشون. هیچ کدوم برای خودشون یه غایتی ندارن جز غایت خانواده. اینا به یه مرحله میرسن از رشد که دیگه آمادن که بشن فرد، دیگه به عنوان یه عضو صرف خانواده نیست که اهمیت پیدا میکنه، بلکه اصلا خودشون تک تک به عنوان یه افرادی واجد شرایطن که بتونن ادعای اهلیت کنن. خب پس اینا دیگه احتیاجی به ولی ندارن، احتیاج ندارن کسی ولایتشون رو به عهده بگیره، میرن مستقلا وارد اجتماع میشن و اونطوری که اینا وارد اجتماع میشن اون نحوه فردیته. حالا هگل معتقده که توی جامعه یونان باستان اگرچه خیلی خوبی ها داشت ولی این مشکل رو داشت که میگه فاقد اصل سابجکتیو بود. یعنی چی؟ یعنی توی یونان باستان ما چیز نداشتیم، ما اهلیت فردی رو اهمیت نمیدادیم بهش، مهم این بود که تو بتونی توی حیات اجتماعی شرکت کنی. اگر یونانی مرد آزادی می بودی
یعنی برده نبودی، تو میتونستی توی حیات اجتماعی و سیاسی کشورت شرکت کنی، ولی اگر این خصوصیات رو فاقد بودی البته نمیتونست. ولی اضافه بر اینا مسئله این بود که حتی اگر تو این شرایط رو هم داشتی بازم یه مشکلی برات وجود داشت و اون چی بود؟ اون مشکل این بود که تو به عنوان یه فرد اهل سیتیزن شهروند یونان میتونستی در یه سری فعالیت های اجتماعی شرکت کنی، ولی نمیتونستی مخالف اونا باشی. یعنی تو نمیتونستی بگی من دلم میخواد دینم رو عوض کنم، دلم میخواد لباسم رو اینجوری کنم، دلم میخواد فلان کتاب رو بخونم. نه، این خبر رو نبود. تو باید همون چیزی رو که تمام جامعت میگفتن همون رو تو هم اجرا میکردی و میپذیرفتی. یعنی حتی اگر زن نبودی، برده هم نبود، غیر یونانی هم نبودی، بازم آزادی تو در برگیرنده این فردیت نمی بود. در برگیرنده این بود که تو میتونی در تصمیم گیری ها، حکمای حقوقی، این حرفا قضایی باشه، شرکت کن. خب حالا چه تو جامعه یونان باستان و چه توی عرصه خانواده ما ببینیم هنوز فرد به وجود نیومد، اعضا وجود. از اونجا میایم جلوتر، میریم تو عرصه حقوق. تو عرصه حقوق از قرن 14 15 16 17 18 اینا یه چیزی به وجود میاد که بهش میگن حقوق مجرد، حق مجرد. یعنی چی؟ حق مجرد یعنی اینی که من صلاحیت اینو دارم که برای خودم تصمیم بگیرم و حق اینو دارم، صلاحیت اینو دارم که صحت و سقم ایده ها و ادعاهای مطرح شده رو تعیین بکنم. یعنی عقل من و وجدان من دو تا قاضی هستن که من به حرفشون گوش میدم، به بقیه گوش نمیدم. من نه به تورات گوش میدم، نه به کلیسا گوش میدم، نه به آخونده گوش میدم، هیچ. من فقط گوش میدم به اون ادعاهایی که عقل من و وجدان من، یعنی خرد ناب، خرد عملی من، صحت و سقمشون رو تایید کرده. و اگر اونا نشه من گوش نمیدم. پس اینجوری شد. پس شد از عرصه خانواده ما وارد عرصه جامعه مدنی میشیم، که توی جامعه مدنی یه سری اتما هستن، یه سری آدم های تنها هستن که هیچ کیو ندارن، هیچ پناهگاهی رو ندارن مگر عقل و اخلاق خودشون. پس من تنها کسی که میتونم بهش مراجعه کنم که ببینم فلان ادعاش درسته یا غلطه، یا فلان معیارش برای حقیقت میتونه رهگشا باشه یا نباشه، خودم. خودم هم در حیطه عقلانی یا در حیطه اخلاقی، خارج از اینا چیزی ندارم. خب این عرصه، عرصه اخلاقی و ببخش این عرصه اخلاقه و بعد نه درست گفتم عرصه اخلاقه و بعد در مقابل عرصه اخلاقی که به من میگه که تو تصمیمات معتبرن اگر
از معیارهای اخلاقی خودت نتیجه گیری شده باشن، ما عرصه حقوق داریم که میگه حرفای تو معتبرن اگر برای همه به کار برده بشن و چیز باشن. حق مجرد رو رعایت کنن. یه دفعه دیگه اینو بگم، درسم قاطی کرده باشم. ببینید، ما یه عرصه حقوق داریم که تو عرصه حقوق همه آدما دارای اهلیت شمرده میشن و این که دارای اهلیتن یعنی صلاحیت اینو دارن که بتونن دفاع کنن از مایملک خودشون. پس کسی که دارای اهلیته میتونه مالک چیزی باشه و کسی که مالکه میتونه با ملک خودش هر کاری که دلش میخواد بکنه. و اگر کسی خواست مانع این شخص بشه و نذاره اون کاری که این آدم دلش میخواد با ملک خودش انجام بده، اون کس با فشار سانکشن ها یعنی ضمانت های اجرا مجبور میشه که این کار انجام بده. پس ما عرصه خانواده رو داریم، مال اعضا. عرصه حق مجرد رو داریم، عرصه حقوقی رو داریم، مال افراد تو جامعه مدنی. عرصه اخلاق داریم، مال اخلاق عملی، مال افراد در دنیای درون خودشون. من اگه کار بدی بکنم احساس گناه هم منو میکشه، نه اینکه یکی میاد پاسبانه پاس داره اون یکی میاد یقم رو میگیره، خودم احساس کنم. پس عرصه چیز، عرصه اعضای خانواده برای عشق مبتنیه، عرصه حقوق حق مجرد بر ضمانت اجرا مبتنیه و عرصه اخلاق بر احساس گناه و سرکوب درونی مبتنیه. بعد از اینجا ما میرسیم به چه عرصه ای؟ به عرصه دولت و حقوق. ببخشید، دولت. عرصه دولت عرصه ای که توش نهادهایی مثل قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه اینا وجود دارن. و اینجا ما با نهادهای اجتماعی به نحوی روبرو هستیم که اینها سعی میکنن زندگی اجتماعی ما رو، کلکتیو ما رو تنظیم کنن. شما اگه کفش تولید میکنید، کلاه تولید میکنید، غذا تولید میکنید، اینا رو باید ببرید یه جایی مبادله کنید. اینا رو ببرید تو جامعه مدنی و وقتی اونجا اینا رو مبادله میکنید تو جامعه مدنی، خب هر کسی به اندازه‌ای که در اختیار شما گذاشته از شما هم معادلشو میگیره. پس جامعه مدنی عرصه ایه که محصولات کلکتیو اجتماعی انسان‌ها با همدیگه مبادله میشن. اونجا مبادله میشن و ضامن اجراشون هم دولت و پلیس و قوه مجریه و اینا. قوه مقننه میاد این تصمیم گیری های جمعی رو به موارد خاص انطباق میده، قوه مجریه میاد کاربردشون رو به کار میده. یه نکته دیگه هم بگم دیگه، میدونم الان چند دقیقه گذشته، ببخش. فقط یه نکته رو بگم بعد اگه سوالی رو یادم رفته توی سوال جواب خدمتتون عرض کنم. مسئله اینه که
هگل با انتخابات عمومی هم مخالفه، یعنی که معتقده که انتخابات عمومی در واقع پارتیکولر رو بر یونیورسال مقدم میشمار، یعنی که معتقده که تک تک افراد میتونن که نظراتشون طبیعتا پارتیکولره، نظر یونیورسال ندارن، میگه این تک تک افراد میتونن برای تمام افراد، برای تمام اجتماع تصمیم بگیرن، تصمیمات یونیورسال بگیرن، یونیورسالی اپلایبل دیسیژن، که به نظر هگل این حرف بی ربطه، تک تک افراد میتونن برای تک تک افراد تصمیم بگیرن، تصمیمات اجتماعی رو باید خود اجتماع بگیره. برای همینم معتقد هگل که اتحادیه‌های صنفی و اصناف و نمیدونم اتاق بازرگانی و اینجور چیزا هستن که قوه تصمیم گیری به عهدهشونه، اونا هم از دل جامعه مدنی میان. حالا فکر کنم دیگه هم خستتون کردم هم دیگه وقتم تموم شد. حالا اگه خواستین یه قسمت های دیگه هم تو سوال جواب میگیم، اگر نگه حالا یه جلسه بعدن میذاریم که مسئله رو بیشتر بشکافیم و شاید اصلا تو آینده نقد فلسفی حق هگل رو دوباره کامل بخونیم. خیلی ممنون.